از علی اصغر هادی‌زاده سرپرست تیم پارادو میدانی ایران از پاریس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای هادی‌زاده سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای هادی‌زاده، دلیل پس گرفتن مدال طلای صادق بیت سیاه ملی پوش ایران در بازی‌های پارالمپیک پاریس از سوی داوران چه بود و آیا ارتباطی با برافراشتن پرچم مزین به نام حضرت ام البنین سلام الله علیها داشت؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همچنین شنوندگان بسیار خوب شما از ادب و احترام و سلام دارم. ممنونم. خیلی متشکر از ارتباطی که برقرار کردید. بزرگواری. آقای بیت سیاه یکی از بهترین و با اخلاق ترین و از دربچه‌های بسیار متدین تیم دومدانی جمهوری اسلامی ایران هست و واقعا در دو سال گذشته به طور شبانه‌روزی زحمات زیادی رو برای رسیدن به مدال طلای این مسابقات کشید، دوری خانواده رو تحمل کرد، زحمات زیادی کشید. به هر حال ورزشکارها اکثرا همینطورن و بالاخره باید که تلاش مضاعف ایران نسبت به بقیه داشته باشن تا بدونن به موفقیت برسن. و خب خدا رو شکر در میدان مسابقه هم که در حضور بیش از 70,000 نفر در استادیوم پاریس برگزار شد، صادق دونست رکوردهای بسیار خوبی رو بزنه و همونطور که شما هم اشاره کردید نفر اول این مسابقات باشه. ولی در منشور پارالمپیک آمده به هر حال هر کار مذهبی، سیاسی و تبلیغاتی برای حتی شرکت ها، برای افراد، اشخاص ممنوعه و اجازه نداریم ما در مسابقات چنین کاری رو انجام بدیم. حتی با پرچم کشورمون هم نمیتونیم روی سکو بریم، ولی میتونیم در بعد از مسابقات با پرچم هر کشوری به هر حال دوی زده بشه دور افتخار. آقا صادق که بسیار عرض کردم از بچه های متدین هست، سال هاست که این پرچم خانم ام البنین به حساب دنبالش هست و متبرک کرده به قبر مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و در توکیو، در هانگجو و در مسابقات دیگه هم از این پرچم استفاده کرده. حالا اونجا داوران اغماز کردند، خیلی توجه نکردند. اینجا هم از بس بعد از پیروزی و موفقیت بزرگی که به دست آورده بود یک لحظه به هر حال نادیده گرفت واقعا قوانین رو و این پرچم رو بیرون آورد و به هر حال نشون داد و همین هم و البته یک تذکری هم در طول مسابقات به خاطر یک حرکت دیگه هم که بعد از شکستن رکورد معمولا ورزشکارها یک حرکتی، حالا هر کسی سلیقه ای داره، روشی داره، یکی سلام نظامی میده، یکی تعظیم میکنه، یکی میخوابه، به هر حال هر کسی یه علامتی رو انجام میده. ایشون هم یک علامتی نشون داد به معنای شکستن رکورد که همین هم از نظر داورا مغایر با قوانین تشخیص داده بود و یک کارت زرد هم اونجا گرفته بود. در مجموع به خاطر البته به خاطر اون این کار انجام نشد به نظر من بعد از اینکه پرچم حضرت ام البنین بیرون آورده شد یه چنین اتفاقی صورت گرفت. ما هم به هر حال به محض اینکه در سایت نتایج رو ملاحظه کردیم و دیدیم که ایشون دیسکوالیفای شده، بلافاصله در تی آی سی حضور پیدا کردیم و اعتراض مکتوب داریم. خب جلسه برقرار شد، ما هم رفتیم در جلسه شرکت کردیم، دفاع کردیم، بحث کردیم و به حال قانع نشدن و اعتراض ما رو رد کردن. مجددا ما اعتراض رو درخواست کردیم به هیئت جوری و در هیئت جوری هم رفتیم. اونجا هم باز همه دوستان اومدن کمک کردن، به هر حال هر کسی به نوعی که میتونست استدلال کردیم. ولی خب به هر حال عرض کردم که مقررات مسابقات پارالمپیک اینه که کسی اجازه نداره کار تبلیغات دینی، مذهبی یا
مثلا سیاسی اینا انجام بده. بله. آقای عادی‌زاده. به هر حال نتونستیم. آقای عادی‌زاده چقدر امیدوار هستین که مدال صادق بهشتی یا دوباره به ایشان برگرده و در صورت اصرار برگزار کنندگان به عدم بازگشت مدال چه اقدامات تشویقی برای دلجوی از ایشان و تشویق سایر ورزشکارانی که دنبال شعار دین هستن منتظر شماست؟ بفرمایید. بله ببینید بحث خدمتتون عرض بکنم نتیجه این که ما بعد از اینکه هیئت ژوری ما قبل از اون سعی کردیم توزیع مدال عقب بیفته تا بتونیم بالاخره این کار انجام بشه، اما وقتی هیئت ژوری رأی میده دیگه تقریبا کار تمام شده است و کسی رو رأی هیئت ژوری نمیتونه رأی صادر بکنه و بلافاصله دیدیم که بعد از رأی هیئت ژوری توزیع مدال هم انجام شد، علارغم اینکه قرار بود توزیع مدال امروز بعد از اعتراض ما انجام بشه. ما باز هم رها نکردیم، از طریق آی پی سی و مسئول کل حساب فنی مسابقات آقای طارق قصه رو پیگیری کردیم و خب ایشون دیگه بعدش امروز به ما اطلاع داد که من فیلم ها رو دیدم و نتیجه غیر قابل برگشته. در ارتباط با سوال دوم شما که حالا تشویقی چه چیزی در نظر گرفته میشه، این دیگه تقریبا از حیطه مسئولیتی ما خارج و کمیته ملی پارالمپیک و کمیته فرهنگی و جناب آقای سرلک که مسئول فرهنگی حجت الاسلام المسلمین، جناب آقای سرلک که مسئول فرهنگی خدمت رو عرض بکنم کاروان ما هستن، با پارالمپیک قطعا رایزنی هایی خواهند کرد و به یک توافقی خواهند رسید. اما اینکه من الان بخوام چیزی بگم واقعیت چون ما کارمون کار فن نیست و کار مسابقاتی است، این کار مربوط میشه به مسئولین کمیته پارالمپیک که خب قطعا انشالله تصمیمات خوبی اتخاذ خواهد شد. انشالله سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از علی اصغر هادی‌زاده سرپرست تیم پارادومینیانی ایران از پاریس که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.